عرض ادب و احترام دارم مجددا با یک برنامه دیگه در سیاست ایرانی در خدمت شما هستیم مهمان این برنامه جناب آقای باغریان هستند ما پیشتر هم در جلسه قبل خدمتشون بودیم راجع به سیاست ورزی در مدل ایرانی کمی با هم صحبت کردیم استاد برای ما یکم تشریح کردن که این سیاست ورزی از کجا آغاز شد دلایلش چه چیزایی هستش تو این برنامه هم قراره همون مبحث رو ادامه بدیم و البته من از استاد خواهش میخوام بکنم که یه ذره این رو داخلی ترش بکنیم ایرونی ترش بکنیم تا بتونیم به یه نتیجه درستری برسیم چرا باید همچنان سوال این هستش بلد. که آیا این این سیاست ورزی که ما راجبش پیشتر بیشتر صحبت کردیم یک سیاست ورزی مقبول، مقبولی هستش یا نه تا کجاش درسته بره. و تا کجاش میتونه دو رو اشغال بکنه ما عرض میکنم ببینید شما وقتی که جامعه مدنی داشته باشه که این جامعه مدنی درگیر در سیاست باشه برای پویایی جامعه شما مفید از میکنم جامعه شما بیشتر در جلسه قبل تا اونجایی صحبت کرده بودین که مثلا حتی مناقشات آبی مناقشات جدیدی نیست یا بسیاری از مناقشات دیگه ای که ببه. وجود داره یه مناقشات تاریخیه و زا یک کشوری که حالا امپراتوری نمیشه در به سیاست بله. آدم یا مردان سیاست نداشته باشه و یاد اما بله. درباره سیاست ن... صحبت نکنم وقتی قرار باشه که شما اشلتون در اشل یک امپراتوری بله. باشه و یک کشور بزرگی به نام ایران باشه و با اینکه وقتی که موضوعات مختلفی وجود داشت از اون بحث بحران آب بگید بله. یا خیلی چیز های دیگه که و لذا خب مردم به تبراجه بهش میخوان صحبت بکنن حرف بزنن بله. و این جامعه رو خب حتما یه جامعه سیاسی بار خواهد آورد ما تا اینجا رو با هم بله داشتیم بله. و و میفرمودیم این جامعه سیاسی عرض میکنم بودش از نبودش بهتره بعضی مسائل وقوعشون مهمه بعضی مسائل شیوعشون مهمه. ما اینجا تفاوت وقوع و شیوع رو باید اینجا پیدا بکنیم ببینید همین میزان مشارکتی که عرض کنم خدمتتون میاد و شما یک سری نهزت ها در دو در سرزمینتون دارید مثال میزنم اگر جامعه شما تا این حد سیاسی نبود چطور میتونستید در مقابل حزب دموکرات آذربایجان بیستید در مقابل پیشوری در مقابل قاضی محمد در کردستان چطوری میتونستید بیستید در مقابل جمهوری گیلان چطوری میتونستید بیستید در مقابل پرتغالیها به واسطه در ایران تنگستان چطوری میتونستید بیستید این میزان مشارکت سیاسی بعضی وقتا برای تمامیت ارض شما و برای ملی گرایی و دفاع از هر چیزی که برای یک سرزمین شما لازمه مفیده حیاتیه ملیگرایی ابطال پذیری نداره به هیچ عنوان نداره در هیچ کدوم مکاتب سیاسی ما راجع به ابطال ملیگری ملیگرایی صحبت نمی‌کنیم مثالی براتون عرض می‌کنم فرض رو بر این بذارید که ما میدونید در یک دوره در واقع جنگ جهانی جنگ اول قبل از اون ما شمال و متعلق به روسا بود جنوب و متعلق به انگلیس بود یعنی یه مدار می‌خواست به شمال س... مسافرت کنه از روسیه اجازه میگیره و در جنوب اینا همه برکنده شده و اینجا اتحاد اقوام به وجود اومده نه تنها اتحاد اقوام جواب شما در این جمله است که عرض میکنم ما اتصال سطوح به وجود آوردیم یعنی اومدیم پیشور دهقان برزگر ایار فقیر حتی عضو میخوام جامعه روس هم در این بودن همه یک دست برای حراست از تمام ارزی دست و دست هم دادن این خاصیت جامعه سیاسی شماست حالا این نیروی فعلی که به وجود میاد اینجا که خودش مشتق از این نیروی انفعال دیگه است یعنی نیروی فعل دیگه است که خودش نیروی انفعال بوده و این نیروی انفعال میبایست همیشه به عنوان یک سلول خواب در درون شما باشه یعنی شما باید همیشه پتانسیله. ببینید چه وقتی اسلاموفوبیا هر مسلمانی رو به عنوان یک بمب زنده تلقی میکنه و میگه این احتمال رو داره ما باید در درونمون مسائل سیاسی رو همیشه برای یک سلول خوابی که یک روزی ممکنه بیدار بشه و برای حراست از این مرز و بوم از استفاده کنیم این هنر دولته این هنر, هنر نظام سیاسیه یعنی دولت که میگم منظورم دولت مثلا آقای رئیسی نیست آقای که حکومت اصلا دولت چیز دیگه است دولت یک سنت اونی که از زمان صفوی ما داریم یک سنت این سنت در درونش بسیاری اوصاف است به سری از اوصاف ها شما میتونید یعنی نمیتونید با یه اوصاف یک انسان عادی در واقع اینو مقیاس کنید صبری که دولت داره باید بی باشه بخشش در دولت باید بی باشه کما اینکه قهر باید در دولت بی باشه اینا همه باید در سطح ماکرو باشن نه دولت باید بتونه خیشتنداری کنه در خیلی از مسائل حالا این سیاست بر جامعه ما ما در یک منطقه هر داریم به چار رای هستیم اسمش خیلی هارتلند میذارن یا خیلی مسائل میذارن بذارید کنار اسمش هارتلند ما میدونیم چه مسائبی رو ما, ما مرتکب شدیم ولی ایران هیچ وقت مستعمره نبوده ایران هیچ خاکی رو قصد نکرده ایران همینجا که هست بوده درست کشورهایی که اگه توجه بفرمایید مستعمره بودن یا از خاک موتن خودشون رانده شده بودن میزان شکرگزاری و میزان توکل در اونها بالاتر ما یه مقداری روح آسی داریم چون ما اینجا رانده نشدیم که ما نمیدونیم که روز استقلال یعنی چی یعنی ایرانی اصلا روز استقلال نداره که. ما مستعمره نبودیم که مستقل بشیم ولی یه امریکایی میدون روز استقلال یعنی چی به واسه جنگ ها از دست دادن این همه انسان اونا میدونن ما به عوضش زنوفوبیا داریم ما همیشه از بیگانه ها حراس داشتیم این حراس که میگم میتونیم شما اینو تبدیل به سطح اوشاری کنید یعنی اینجا یه دگردیسی درش انجام بدید منظورم حراس نیست یعنی شما وقتی از یک اتوبان میخواید رد بشید میزان اوشیاریتون باید رد شدن یک کوچه متفاوته این میزان هوشیاری رو نظام سیاسی میتونه ترک کنه به همین دلیل شما اگر که از حالا ما یک جهشی میکنیم از دوره کریم خان زندم از نادش و به کریم خان زند ببینید تفاوت رو ببینید ما هر دوره سیاسی مون که تمام میشه دوره بعدی مون دقیقا یک دیالکتیک هگله یعنی یک نظام سیاسی کاملا متفاوت با اون میاد این میشه عامل محرک برای تولید سیاست در شما در ذهن شما در ذهن خلاق ایرانی شما مضاف این اینکه شما وقتی که شیعه هم هستید چیزی مثل بیعت ندارید شما یعنی ببینید مثالی زدم گفتم که یک سنی یک سنی مذهب خیلی برای دین کاری انجام نمیده برای شخص خودش کار انجام میده که دیندار بمونه ولی شیعه فقط برای خودش نیست برای دینش هم کار انجام میده این همون کار سیاسیه این همون کار سیاسی که عرض میکنم یک سنی مذهب وقتی بیعت کرد به تبعاتش فکر نمیکنه پیامد گرایی نداره مسئله. به پیامد اون مسئله فکر نمیکنه حالا این تفکر اشاعره تفکر منتظر رو بذاریم کنار اصلا ولی شما در نظام سیاسی که در ایران هست نمیتونید بپذیرید حالا چی میشه که ما اینقدر منفعل سیاسی میشیم من یه جایشی میزنم به تاریخ امروز خودم یکیش مسئولین اصلا که شما هم نام یک خبری میاد و بعد تکذیب میشه انکار یک مسئله ممکنه باعث اثباتش بشه همین باعث میشه شما منفعل سیاسی میشید ببینید نیروی فعل و انفعال اینجوری تعریف میشه شما یک حرارتی رو به یک فلزی وارد میکنید این ذوب میشه اون در اون یک نیروی انفعال وجود داره که قبول میکنه این حرارت رو معادل هم دیگه است اون ذوب میشه شما معادل ذوب این حرارت درست حالا یکی از اینا تا... تعادل این به هم بریزه اتفاق صورت نمیگیره یک نیروی فعلی که از جانب نظام سیاسی به شما میاد و اگر نیروی انفالتون بیشتر باشه نظام باید عقب میشینی کنه یا برعکس ما فکر میکنیم که سیاسی بودن یعنی دانسته سیاسی کشف رمزه به همین دلیل که شاید خیلی دوست دارن که سیاست رو مثل تئوری توته طراحی کنن کسی وارد نشه یه دهی میگم ما در سیاست،, سیاست،, بیزاریم به بی مگه شما میتونید از پزشکی بیزار از پزشک ممکنه بیزار بشید از علمش که نمیتونید بیزار بشید که به همین چرا باید این کار انجام بدید ما میام برمیگردیم به نمایندگی این مسئله یعنی نمایندگی مسئله عامل این بیزاری ممکنه بشه به همین دلیل این نیروی انفعال اون نمایندگی ممکنه وجود بیاره عملا ممکن نظام سیستم سن دومالی مثلا نباشه پیش میاد دیگه مثال میزنم چند روز پیش یکی از مسئول اون اسم میاریم میگن که این برخورد با حجاب ممکنه برای توریستای خارجی جاذب باشه پر جذب باشه خب این انفعال وجود میاره در جامعه یعنی جامعه ای که سیاسی هم نبوده و حرکت در میاره یک لفظی داریم به اسم تریگرینگ حرکت ماشه شما ماشه رو برای اینکه بتونید کنترل بکنید باید در دستتون لمس کنید تا میزان حساسیت ماشه رو بدونید در جامعه هم همینه نظام سیاسی کارش اینه که دستش رو ماشه باشه مواد شکاف وجود بیاره این شکاف ها در جامعه که وجود داره ما شکاف جنسیتی داریم شکاف سنی داریم شکاف زبانی داریم شکاف قومی داریم هزاران شکاف در این جامعه داریم شکاف سرمایه داریم ما ما خودمون یه سری از دوستان رو محروم اعلام میکنیم یعنی داریم بهشون اعلام میکنیم که شما در شکاف قرار دارید حالا این وقت شما میاد چیکار میکنید این شکاف رو میاد متقاطع میکنید نیروی اینا رو تخلیه میکنید یعنی با اینکه بگید که ما مسئله شیعه نداریم ما مسئله کرد و نداریم چون نداریم مسئله شکاف تخله میشه یه وقتی مسئولی یک شخصی در نظام ممکنه صحبتی کنه که این شکاف متراکم بشه نیروی این هم برابر بشه یکی دیگه از مسائلی که میتونه در جامعه شکاف وجود بیاره که اصل مسئله اینجاست که متاسفانه ما سالای سالا درگیر هستیم و از زمان صفوی هم بوده مسئله مریتوکراسی شایسته سالاری شایسته سالاری در دورانهایی در ایران نبوده یعنی انتخاب اصله برای اداره امور متاسفانه در خیلی جوان نبود همین باعث ایجاد شکاف میشه والرشتاین اعتقاد داره که شما اگر این کار رو نکنید یعنی یک جامعه وجود بیاد و این جامعه دوچار تقسیم کار فرهنگی میشه یعنی به طور مثال عرض در شهرستان ایکس شما شما از همونجا یک شخص رو انتخاب بکنید به واسطه که اون شخص جو نفوذ داره برای یه کاری شایستگی این مهم نیست همین باعث انفعال سیاسی میشه ولی انفعال سیاسی نه در جهتی که به نفع نظام باشه در جهت عدم مشارکت یعنی ما چکار میکنیم ما داریم از نقیز مسئله صحبت میکنیم نه از عکس نقیزش اثبات نمیتونیم میکنیم اینجا مسئله بعدی که ترین بخش قضیه است نپوتیزم یعنی چی خویشاوند سالاری متاسفانه در جامعه ما وجود داره همین خیشاوند سالری باعث میشه که افرادی رو که شایسته نیستن در مریتو کلاسی نیستن هم به کار گماشته بشه داریم دیگه در بیرون خود زیاد داریم دیگه آقازاد دا داماد میگن دیگه هم چیزه میگن دیگه داریم این یک بلاست برای جامعه این گونه بلاست حتی اگر اون آقای داماد هم شرایط لازم احراز کرده باشه ولی همون صرف داماد بودنش ممکن این کار برای شما وجود بیاره این به همین دلیل در جوامع غربی وقتی نگاه میکنید که مشارکت های سیاسی نوعش با ایران متفاوته به خاطر که اونها مسائل رو رعایت کردن حالا ما راجع به لیبرتاریان مثلا امریکا یا نیولیبرالیس لیبرالیس صحبت نمی کنیم همونجا هم خیلی ایراد داره داروینیسم اجتماعی مگه تو امریکا نیست اون اصلا تو قاد کسی که کارتون خوابه بذارید بخوابه به ما ربطی نداره که این تکاملش همین قد بوده در اجتماع داروینی ما همین من به این فردا یک میلیون دلار سرمایه ام بدم این بازم رو کارتون فرق اون نداریم یکی از دلایل دیگه ای که میتونه در جامعه انفعال سیاسی به وجود بیاره ببینیم ما از بود سلبی داریم نگاه کنیم از بود ایجابی اول نگاه کردیم که شما با یک حرکت سیاسی و سیاسی نگه داشتن پویایی سیاسی در جامعه میتونید ملی گراییتون رو تقویت کنید و این ملی باعث حراست از مرزاتون میشه ما یک کشور بسیار پرتشنجی هستیم در مرکز بسیاری از حوادث جهان هستیم هزینه امنیت کشور وحشتناک وحشتناک که ما یک مرز سالم ما نداریم توجه فرمایید یک مرز سالم نداریم این از این بالاست این به این معنی نیست که منی که در تهران هستم مسون هستم و اونی که در مرز نه حالا این تعادل شهروندی رو ما خیلی مون رعایت نمی‌کنیم یعنی که ما خیلی وقتا تو تهران اعلام نمی‌کنیم که اگر شما در مرز بودید این مصائب و مشکلات رو داشتید اصلاً یادمون میره حالا برگردیم به مسئله تقسیم کار به اون که ارز گفتیم که شایست سالاری خیشاوند سالاری اینا مواردی است که در تقسیم کار فرهنگی یا در تقسیم کار اصلا سازمانی هر چیزی باعث میشه که انفعال منفی سیاسی وجود بیاد یکی دیگه از این مسائل وجود نهادهاست. در ابتدای ارزم فکر کنم ما قبلی بود من توضیح دادم که وقتی شما یک نهادی دارید خارج به اسم اپوزیسیون این اپوزیسیون حتما ببین کلمه حتما برانداز نیست که ما اشتباه استفاده میکنیم اینا رو اکثرش مغالطه است اپوزیسیون مخالف هست و خیلی جا م... موافق دولته وقتی شما میخواین حرکت ملی انجام بدید اپوزیسیون کنار شماست وقتی میخواین حرکت پارتیزانی انجام بدید اپوزیسیون ما قرار میگیره اشکال نداره که تحزب باعث میشه که شکاف ها از متراکم متقاطع تبدیل میشه ما وقتی اجازه نمیدیم که کسی بره پشت تریبون داد بزنه خب تو خیابون داد میزنه. تفاوت خیابون یعنی مرزبندی و صورتبندی خیابان و تریبون رو مشخص نکردیم تقصیر خودمون اینه ما از ابتدای انقلاب به این طرف یک حرکت راهپیمایی متحرک تا حالا مجوز زده نشد برای پوزش ثابت گویا یه بار مجوز زده شده یعنی بدون حرکت اجتماعی اندار. خب میتونه افزایش پیدا کنه ما با انرژی مردم تخلیه کنیم این مردم با... نیاز به این تخلیه داره یعنی هم داره صورت میگیری هم این هم انرژی تبدیل به این مسئله میشه چه میشه چرا باید اجازه بدیم که اینا برن تو فضای مجازی این کار انجام بدن ما چه نیازی داریم که بریم در مجاز این کار انجام بدیم چرا باید یک خواسته حق رو تبدیل متافور کنیم این نیازی نیست که آیدو دکتر من به با... صحبت از تاری رو قطع نمیکنم به این خاطر که از بتونید کامل منظورتون رو بله Uh, یه وقتایی شاید یه چیزای دیگه تو ذهن من بیاد یه نگاه دیگه متفاوتی هم وجود داشته باشه که بتونم باشه شما نمایندی من هستی خواهش میکنم من از باب پرسش آه. از باب این که شاید پرسش مخاطب باشه رو دارم مطرح میکنم بله شما باز دوباره در این همه کاستی ها رو متوجه مردان سیاست میکنید امروز ما بحثمون بیشتر این بودش که من به عنوان یک شهروند تا کجا میتونه سیاست های برزی برای من خوب باشه و تا کجا اصلا ضرورتی نداره پزتالی خیلی به درستی و بسیار زیبا ریشه ها رو مطرح کردیم و اینکه اینکه خیلی هم بودین در این مصبت اندیش من اول جمعه مصبت گفتم بله, 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 بله اینکه بله این بله این بله مثلا خیلی خوبه که آدم ها سیاسی باشن خیلی بله خوبه بله که جامعه ایرانی بله سیاسی هستش و اینکه دلایلش چه چیزهایی بوده رو خیلی ممنون من, بله من بله از شما یاد گرفتم ممنون از و و این تا اینجاش خوب بودش اما ما داریم اون بخش آسیب داستان رو برای بله. من یکم تو این جلسه مهم هستش بله. تا کجا میتونه خوب باشه و تا کجا اساسا این 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 یعنی بله. چون ما داریم با یک سیاست ورزی افراطی داریم درباره اون داریم سوال بله. بله. ببینید شما وقتی که موضوع رو از ریل خودش که دیالوگ هست خارج کنید خطر بار و خطرناک میشه چیزی که شما می‌فهمید ما تا زمانی که دیالوگ داریم یعنی فقط تون صدای من ممکنه بالاتر از هست عالی باشه مثال عرض میکنم یعنی ابزار فقط میشه تون صدا در صورتی که در دیالوگ ابزار تون صدا نیست اقناع یکی از مواردی که هر نظام سیاسی به عنوان که ابزار مهم دستش هست اقناع عمومی این اقناع عمومی یک پیشینه میخواد درست شما وقتی نتونید جامعه مدنی تون اقناع کنید همون چیزی که شما میفهمید در جامعه وجود میاد افراد به صورت انفرادی به سمت سیاسی شدن میرن و این سمت سیاسی شدن اینا رو چکار میکنه پولاریزه میکنه یعنی که شما چرا ما در تاریخ خطیمون شیخیه داریم امامیه داریم بهاییت داریم چرا هر کدوم از اینا با علم کردن یک پرچمی این حد مد... مورید پیدا میکنن مورد پیدا میکنن یه دلیلی هست دیگه حرفای نو میزنن ما باید حرفای نو داشته باشیم یعنی سیاست رو باید با جهان یک انتگریشن انجام بدیم من فکر میکنم مردم ایران بیش از اینکه راجع به سیاست و نهادهای انتخاباتی و حتی نهادهای خودمون میدونن راجع به نهادهای آمریکا میدونن باور کنید مردم ایران بیش از اینکه راجع به تعداد استانهای خودمون و اسامیشون دونن استانهای آمریکا رو همرا میشناسن ای ایالت آمریکا میشناسن چرا چون در رأس اخباره این خصوصیت دولت اجمونه بی دی فرست تو نورو سی ان ان همینجوری نمیگه یک شعار کلیدیه شما رو وادار میکنن سیاست تعقیب کنید از این پول در میارن تاجید حالا ما هم میتونیم همین کارو بکنیم با خط دادن با راه دادم حالا این سیاستی که شما میفرمایید اگر که از دیریل بشه از ریلش خارج بشه بله زیان من قبول دارم یعنی ما قرار نیست توی تاکسی مشاجره بکنیم و دعوا بکنیم اگر این نیرو وجود داره این نیرو باید در جای صرف بشه من حتی تا خانوادگی چطور ببینید یه مسئله است ما در خانواده هم بعد از دوره های حتی بعد از دوره انقلاب ما یک البته دوره سرکوب اظهار نظر بعد از کودت های 28 مرداد و تحسیز سواک ما داشتیم این نیروی یعنی این در واقع تفکر دیالیل که اگه رو اگر بهش بپردازیم از اون نقطه شما در یک نفی قرار میگیرید و این به دنبال یک راه خروج میگرده و مردم میان بیرون شعار میدن دوست دارن شعار بدن چون زمانی رو نمیدوستن تنفس کنن اختناقی وجود اشته خب حالا مردم این البته ما دیگه اون افراد تقریبا نداریم حالا افرادی که در زمان شاه در دوره ساواکتا دستگیر شده باشن بسیار محدود هستن ولی ما گزارشش داریم که شما اگه در ذهنتون کتابی داشته باشید کتاب بنویسی که در کتاب ذهن شما که زایل نمیشه که اون وجود داره در ذهنتون بعد میگن مردم نیاز به فضای باز سیاسی دارن مردم نگاه میکنن که در فضای اجتماعی در رسانه حالا رسانه اجتماعی هر گونه نظری آزاده و هر گونه می به این توجه نمیکنن که ما ادبیاتی داریم که خاصه ایرانه این ادبیات نزیه ما یک چیزی داریم به اسم بهداشت کلام اکتاوی و پاز برنده جایزه نوبل بهداشت کلامی امیر کبیر این داده بود در زمان خودش این بهداشت کلام تمجید و تملیق نیست که بهداشت کلام خیلی مهمه چه در سیاست مدار چه در افراد ما داریم بهداشت کلامی از دست میدیم و همین سیاسی شدن ما یعنی به سمت ببین مثال براتون عرض کنم ما هزاران دکترین سیاسی ممکن داشته باشیم بر روسیه اتفاقا بیشترش امریکا امریکاست که عرض رئیس جمهور امریکایی که میادی که دکترین سیاسی داره در ایران ما دکترین سیاسی نداریم ما دکترین سیاسی مون ثابت یعنی اصل یک تا پنج قانون اساسی مون سیر تعیین خارجی سند ملی سیاست خارجی هم نداریم و دکترین سیاست خارجی ما مبهمه اگه این دکترین مبهم نباشه مشخص باشه یه دی ممکنه از این دکترین تبعیت بکنن پارادایم های سیاسی وجود بیاد یه دوی این پارادایم فکر کن. و بعد از دوره بعدی شیفت پارادایمی صورت بگیر برن سراغ پارادایم دیگه مثل دوره ادبیات اونه دیگه الان کسی الان بره از صاحب بخواد بنویسه خریدار نداره ولی شعر نو بنویسه خریدار داره پارادایم دیگه یا سینمای ما یا هر چیزی که ادبیات ما چی میخواد بگید؟ الان میخوام عرض کنم ما هم باید به سیاستمون پارادایم بدیم ما باید دکتری بدیم به سیاستمون الان دکتری داریم به نگاه شرق من کمتر سیاست مداری تو ایران روی این مسئله کار کن. باید نوشته بشه باید خوب بد این به مردم فهمانده بشه یه مثالی براتون عرض میکنم البته شاید الان جاش نباشه بخوام راجو کشور دیگه صحبت کنم ولی میخوام اینو بگم ما اگر که این ببینید یه جامعه جامعه جامع جوانی هست علی رغم که اعلام میکنن که جامعه ایران داره پیر میشه اینا من من جامعه رو خیلی جوان میدونم بسیار جوان هستیم ما این جوان حالا میتونید شما جوان انتظایی بشه عقلی بهش فکر کنید یا جوان واقعا فیزیکی بهش فکر کنید این سیاستی که ما الان در جریان داریم این سیاست در بعضی جا نیروش داره هرز این باید یک جا به عنوان یک اندوخته ازش استفاده بشه ما باید به اینها اجازه صحبت در تریبونا بدیم خوبی سازی بسیار مهمه یعنی اگه شما بخواید مثال میزنم من اگه جای وزارت آموزش پرورش بودم در کلاس اول لبستان رشته تئاتر میذاشتم شخصیت سازی بکنم ما چرا باید ما رو مثال میزنم چرا باید رئی وزیر امور خارجه ما من اسم میبرم کدومشون اینقدر تاثیرگذار گذار نباشه که وقتی در سازمان ملل صحبت میکنه دیگران سالنا ترک نکنن ولی اینکه بخواد مخالف صحبت کنه باید اینقدر تحصیل گذار باشه که سالنا ترک نکنن باید ندونن که چی قراره بگه نه اینکه بدونن چی قراره بگه این وقتی که میدونن شما چی قراره بگید یعنی که سیاست شما ضعیفه دکتر چرا مردان سیاست ما همیشه بیشتر از مردان اقتصادی فرهنگی و یه شاخه های دیگه رخنمایی میکنن ما چیه متوجه. م... چرا, چرا باید همیشه تریبون یا فضا خصوصا در حوزه یا در بستر رسانه تعلق بگیره بیشتر به مردان سیاست یه مزاح انجام بدم مزا چرا قوشی... صحبت کردن راجع به سیاست اینقدر جذابه یک مزاح کوچیک انجام بدم افرادی میرن و برای ویزای امریکا درخواست میدن و وقتی که از داراییشون صفحات زیادی رو ترجمه میکنن بیرون استفاده می میپرسن که خونتون کجاست میگه کلبه دروشی داریم ولی وقتی میخوان آمار بدن به سفارت امریکا میبینید می که تقریبا بخش از تهران متعلق کلبه خیلی بزرگ, بح. بح. ما در اقتصادمون ما اقتصادمون شفاف نیست اقتصاد سیاه ولی من به سرعت اعلام می کنم ما حتی به دارایی من پنهان کنیم از همه چیز پنهان میکنیم حتی میگیم که به واسطه خرافه تاریخی که چشم نخوره این دارایی ما زوده. به هم دلیل مردان اقتصاد ما عملا اسم از اقتصاد نمیارن ولی اینکه اقتصاد موفقی داشته باشن حاضر به تقسیم اسرار این موفقیت با دیگران نیستن متصفانه اسود هستیم در اقتصاد در سیاست برعکسیم دوست داریم هر چی داریم با دیگران تقسیم بکنیم ولی اینکه چیزی نداشته باشیم یعنی این سخاوتی که در اقتصاد است در سیاست هست در اقتصاد نیست و این کار دست مد به همین مردان موفق اقتصاد ما هیچ وقت اعلام نمیکنن که شما و آقای بابک زنجانی هم که در زندان ها اگه باش صحبت کنید میگه من یه خونه محقر دارم بیشتر ندارم حالا بیمتون سراغ سیاست مردان سیاست ما چون سیاست راه کوتاهیه یعنی شما به واسطه نپوتیزم و مریتوکراسی که عرض کردم یعنی عدم اون ما در در واقع از ترک فل صحبت میکنیم نه از خود فل. میتونید سریعا به یک نقطه برسید یعنی شما امشب میتونی سخنگوی دولت بشید امشب میتونی وزیر امور خارجه بشید به همین دلیل راه سیاست راه کوتاهی است برای شما یعنی شما در اقتصاد اگر موفق شدید مطمئن باشید که شما مصائب زیادی پشت سر گذاشتید یک جراح بسیار حاضق مطمئن باشید که اشتباهات و اعمال مثبت زیادی انجام داده که به این نقطه رسید سیاست دار. یک اتفاق دیگه هم در سیاست هست یعنی که در علم نیست در علم حالا میشه گفت تجربی نیست شما میتونید که آزمایش تکرار کنید این گلدون چند بار بشکنید ببینید در چه اتفاقی میفته عکاسی استروسکوپی انجام بدید در که نمیتونی که جنگ ایران عراق نمیتونی کنید دوباره و همین چون وجود نداره ازش میتونه فرار کنید گرچه روزولت میگه در سیاست هیچ چیزی تصادفی نیست البته ما هم در فلسفه به اصل امتناع صدف اعتقاد داریم هیچ چیزی در دنیا تصادفی نیست همه چی داره نظمه حتی نظم نظام احسنه ولی ما یه چیزی رو باید بیم به مردم بگیم به همه که ما در قالب یک دولت هویت پیدا میکنیم ولی اینکه از نظر هابس ضروری باشه دولت ببینید مثال براتون عرض میکنم اینو در یک برنامه هم گفتم شما اگر یه چیزی به اسم منافع ملی شخصی دارید چون، اصلا یک فرد مختص اقتصاددان هستید شما کار انجام میدید بسیار موفق هستید این منافع شما در قالب دولت فقط هویت پیدا میکنه اگر دولتی نباشه منافع نیست پس شما باید به فکر احسن این باشید اشرف این باشید من از قاعده امکان اشرف به اینجا میرسم یعنی باید منافع ملی باشه که منافع من توش حلول اه... پیدا کنه یعنی از امکان یعنی شما از اشرف به اخص میرسید از اخص به نمی نمیرسید به همین دلیل ما باید بدونیم که اجتماع ما باعث دولت میشه اجتماع ما میشه اج... اجماع ارزشی ما هستیم که دولت رو تشکیل میدیم ولی الان متاسفانه عبارات دیگه استفاده میشه که الان تقسیم شده مثلا ما میگیم اموال عمومی و دولتی این دیگه جدا شده دولت خودش در جهان سیاست به تبدیل هویت مجزا شده اموال دولت با اموال اومی فرق میکنه شما دیگه نمیتونید به اموال دولت نگاه هم بکنید این جدایی دولت از ملت در قالب نیشن استیت که بعد از 1648 از نامی وسفالی انجام شد متاسفانه سرش غلطه نه در ایران در کل جهان غلطه ببینید شما ببینید ناصر شاه یک شخص در یک زیارت ترور میکنه ایشونو یزدگیر سوم یک آسیابان میکشه الان شما با یک معاون وزیر نمیتونید صحبت کنید به معنی شهروند فاصله ببینید چقدر زیاد شده این دیوان سالاری البته وسعت این دیوان سالاری رضا شاه به وجود آورد رضا شاه مشروعیت بعد از کودتا به واسه وسعت و عرض این دیوان سالاری وجود آورد یعنی فاصله ملت از دولت از شاه کم شد به عذر میخوام بیشتر 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 شد به همین دلیل اون تونست به این واسطه به خودش چی بده یک جایگاه الوی بده به خودش حالا پسرش که گفتش که من سایه خودم هستم ما این فاصله رو خودمون وقتی وجود میاریم گفتگوهای سیاسی غیبت سیاسی رو خودمون رو وجود میاریم یعنی ما الان بعضی از بعضی از ببین ما اعمالمون در حال حاضر گفتارمون غیبت سیاسی مصلحت خیلیش نداره که شما هر عملی که الان، هر تصمیمی که دولت بگیره باش مخالفت میشه بالا اینکه به نفع ملت باشه چرا این غیبت سیاسی رو باید به وجود نیاد یعنی یک آشتی و وفاق ملی با وجود میاد که ما حرکت های سیاسی تفکر های سیاسی ببینید همه اینا که بد نیستن که یک ساعت خرابم در روز دوبار درست نشون میده ما باید از این استفاده کنیم ما از این نیروی انفعال سیاسی باید استفاده کنیم و این تبدیل به نیروی فعل کنیم چرا انفعال باشه چرا باید اگه یک سیاست مداری یک جمله اشتباهی رو گفت و شکاف وجود رو برد از اون استفاده کنیم حالا برای رفعش نه از استفاده کنید. اگه ای داره استفاده بکنید به همین اگر به جوامع خودمون برگردیم من برسم به سال هستالی در جمله خیلی کوتاهی ما از یک نظام فودالیته میاییم و میرسیم به امروز و یک دوره ماقبل سرمایه داری و یک دوره مابد سرمایه داری انجام میدیم بینید شما وقتی که من اتوقع دارم هنوز با نظام سرمایه داری هستیم تغییر نکرده که این کلمه وی در جامعه ما که خیلی استفاده میشه نظام سرمایه است. همین باعث شکاف در جامعه میشه همین باعث میشه که غیبت صورت بگیره شما وقتی که یک تاکسی اینترنتی میگیرید یک دگمه عجله دارم کنارش هست اون به معنی عجله دارم نیست معنی که پول دارم یعنی من سرمایه هستم میتونم دکمه بشم ما باید رو برطرف کنیم یعنی باید یک, یک... ببین عدالت یعنی چی ما باید ببینید خیلی از مکاتبی هست که در فلسفه اخلاق فقط برای اداره جامعه نمیشه شده که چطور در جامعه شکاف وجود نیاد یعنی که ما عدالت توزیع رو تسری بدیم توضیح ابزار توضیح ثروت توضیح عادلانه ابزار تولید و توزیع ثروت حمایت از نابرخوردارها البته به معنی رژیم صدقه نیست اینا باید انجام بشه در جامعه آی دکتر جا... خیلی ممنون باز مجددا صحبت های از شیرینه و اصلا فکرش با قول هست فکر نمی کردیم که توی یعنی الان 25 دقیقه ما با هم بودیم و با هم گپ زدیم و صحبت کردیم خیلی ممنون آقای دکتر دیگه باید بازم من 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 اصلا حتی سوالام رو مطرح نکردم یعنی هنوز مباحثی که توی ذهنم بود رو یعنی شما اکادمیستا خیلی بلدین چطور به قول ها در موضوعات مختلف صحبت کن نخواهش میکنم به هر حال من بهره بردم استفاده کردم آقای دکتر خیلی ممنونم باش با. دقایق خیلی خوبی بود با شما داشتم یاد این گرفتم این خیلی ممنون متشکرم امید که باز برنامه بعدی بتونیم حتی راجب سیاست ایرانیه و بعد ما اول باید واقعا ریشیابی بکنیم تا کجا خوب است و تا کجا موزه هست خیلی ممنون متشکرم تا برنامه بعد دخل نشمه